رادیو ری را سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه حالا که کتاب ها را کنار گذاشته ایم آیا به فرهنگ شفاهی دوران باستان باز می گردیم؟ این عنوان یادداشتی است به قلم رابرت زارتسکی که در دسامبر 2021 در سایت بافلر منتشر شده و ترجمان آن را در تابستان 1401 با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است. من آرمان سلطانزاده هستم. با این شیب تان شونده ای که بحران های سیاسی و اجتماعی و طبیعی در کشور ما پیدا کرده دیگر باور داشتن به پیشرفت یعنی اینکه با نیت خیر و ثبات در عمل میتوان به جهان بهتری رسید کار ساده ای نیست زمانهایی بود که به نظر می رسید تاریخ در قوس سعود خود به سوی عدالت در حرکت است اما اخیرا انگار ماجرا برعکس شده است انگار سنگ بزرگی را بر دوش گرفته ایم و به قله کوه رسانده ایم و حالا با دهانی باز و چشمانی گشاد می بینیم که چطور دوباره به پایین کوه می غلطت. احساس می کنیم که در این وضع ناگوار ما چیزی پوچ یا در واقع سیزیفگونه وجود دارد. آلبر کامونیز در زمان خودش همین حس را داشت. اواخر دهی 1930 این نویسنده فرانسوی الجزایری به دلایلی حق داشت فکر کند که محکوم به عقوبتی مشابه با این قهرمان اساتیری یعنی سیزیف است. در نوجوانی صرفهای خونی می کرد. تشخیص دادند سل دارد. و این باعث شد هر روز زندگی برایش مثل آخرین روز زندگی باشد. فرزند مادری تقریبا کر و لال و بی سواد بود و این باعث می شد لحظاتش را با کسی که بیش از همه دوستش می داشت در سکوت بگذراند. به عنوان جوانی چپگرا شاهد این بود که چطور با قدرتگیری نیروهای تمامیت خواه در سراسر اروپا دولت برآمده از جبهه خرق در فرانسه فرو می باشد. همه اینها چقدر پوچ، چقدر بیمعنی به نظر می رسید و چقدر آن جمله آغازین کامو در جستار افسانه سیزیف استراری بود. فقط یک مسئله فلسفی واقعا جدی وجود دارد. و آن هم خودکشی است اما تازه در پایان این جستار است وقتی کامو به استقبال زندگی می رود نمرگ که آن قهرمان یونانی اساتیری را معرفی می کند. خدایان سیزیف را محکوم کرده بودند که بیوقفه سنگی را به بالای کوه به به جایی که دوباره بر اثر وزنش به پایین سقوط می کرد. با خود فکر کرده بودند که هیچ عقوبتی وحشتناکتر از کار بیهوده و معیوز کننده نیست کامو سخت بر این عقیده است که خدایان بر خطا بودند سیزیف قوی تر از آن وظیفه پوچ ظاهر شد بنابراین کامو نتیجه می گیرد که باید او را خوشبخت در نظر بگیریم اما یا آن استادانی که امروز این کتاب یا فرقی ندارد هر کتاب دیگری را در کلاسهایشان در دست می گیرن نیز باید خوشبخت در نظر بگیریم؟ پرسش ترسناکی که کامو را به نوشتن افسانه سیزیف واداشت این بود که آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ و حالا خواهید دید که من با پرسشی بسیار ساده تر روبرو هستم. آیا درس دادن ارزشش را دارد؟ این جستار کامو از جمله آثار مختلفی بود که من در کلاس اگزیستانسیالیسم فرانسویم در ترم پاییز امسال تدریس کردم. بارها از خودم پرسیدم آیا وظیفه پوچ بر من تحمیل نشده است؟ وقتی خود دانشجویان احساس می کنند مطالعه و درس خواندن ارزشی ندارد چرا چنین نباشد؟ جدیدن انبوهی از مطالعات انجام شده که نشان می دهند هر دوی این فعالیتها روند نزولی گرفتند. مدت زمانی که دانش آموزان پایه دوازدهم پشت صفحات نمایش سپری می کنند بین سالهای 2006 تا 2015 به صورت سرسام از سه ساعت به بیش از شش ساعت افزایش یافته است. این یافته ی روانشناسی به نام جین توینگ است، نویسنده کتاب آی جن. چرا کودکان فوق متصل امروزی کمتر سرکش، بیشتر روادار و کمتر خوشحال هستند و به هیچ وجه برای دوران بزرگسالی مهیا نیستند؟ در این بدبستان آنچه به طرز فاجعه باری کاهش یافته مدت زمانی است که با کتاب سپری می شود. اواخر دهه 1970 60 درصد دانش آموزان پایه دوازدهم روزانه یک کتاب یا مجله دستشان می گرفتند. سال 2016 این عدد به 16 درصد رسیده بود. به علاوه در سال 2016 حدود یک سوم آنها حتی یک کتاب هم برای دلخوشی خودشان نخوانده بودند. حتی مطالعه هدفمند و نه برای دلخوشی نیز سقوط وحشتناکی داشته است. یازده سال پیش در مطالعه طولانی مدت به کوشش دو اقتصاددان به نامهای فیلیپ ببکاک و میندی مارکس معلوم شد که بین سالهای 1961 تا 2003 یعنی پیش از آنکه همه ما اسیر اینترنت بشویم میانگین زمانی که دانش آموزان صرف مطالعه می کردند از 24 ساعت در هفته به 14 ساعت افت کرده است. ببکاک و مارکس در مورد علل این سقوط تردید داشتند. ولی حدس می زدن که دست کم بخشی از آن محصول به قول خودشان میل فزاینده به فراغت بوده است. یعنی زمانی که شما نکاری مرتبط با شغلتان انجام می دهید و نه چیزی می خانید. حالا که دو دهه از آن تاریخ گذشته، اگر در کتابخانه دانشگاه ما چرخی بزنید، جایی که می شود از میزهای احاطه شده با دانشجویان پرحرف و در حال تماشای ویدئو روی لپتاپ تا قفسه خالی در کنار اتاق مطالعه های خالی قدم زد، خواهید دید که این کاهش مطالعه و درس خواندن فقط شتاب بیشتری گرفته است و این روند منحصر به محل کار من نیست. در دانشگاه ویرجینیا که زمانی آنجا درس می‌خواندم نیز تعداد کتاب هایی که از کتابخانه به امانت گرفته می شوند از 528,672 مورد در سالهای 2008 تا 2009 به 188,302 مورد در سالهای 2017-2018 کاهش یافته است. شاید ده سال بعد تنها کتاب هایی که در کتابخانه دانشگاه ویرجینیا باقی مانده اند آنهایی باشند که روی دیوار نقاشی شده اند. کم کم این ترس به دلم افتاده بود که اگر از دانشجویان کلاس اگزیستانسیالیسم بخواهم کتاب واقعی سر کلاس بیاورند خب کار پوچی است پوچ نه فقط به معنای روزمره مسخره و مزهک بلکه حتی به معنای کامویی کلمه اینکه از دانشجویان بخواهیم از تکنولوژی قدیمی استفاده کنند آیا همانقدر نامعقول نیست که از یک جهان بی به ما بخواهیم که به ما معنا بدهد؟ شاید انتظارات سنتی من از دانشجویان نامعقول است. خیلی از آنها به جای اینکه نسخه چاپی کتاب هایی که به آنها تکلیف شده را با خود سر کلاس بیاورند، کپی کتاب را همراه دارند. در بهترین حالت احتمالا پول کافی برای خرید کتاب را نداشتند. در بدترین حالت این بدین معناست که اصلا داشتن کتاب را چیز بیمعنایی می دانند. علاقه شان به نگه داشتن این کپی ها نیز همانقدر است که علاقه ای من به نگه داشتن روزنامه دیروز. اما مسئله واقعی، البته اگر این کلمه اصلا درست باشد، این نیست که این دانشجوها کتاب داشته باشند یا نه. مسئله این است که آیا می دانند با کتاب چه باید بکنند یا نه؟ آیا نمی شود این احتمال را در نظر گرفت که یک کتاب چند صد صفحه پر از سطرهایی که بینشان هیچ تصویر و صدایی وجود ندارد همانقدر چیز بیگانه و عجیبی است که اشیای روزمره برای آنتوان روکانتن راوی رمان اگزیستانسیالیستی تحوه و نوشته ژان پل سارتر عجیب بودند یا اصلا همان وضعی که کتابها در خانه کاموی جوان داشتند با آن مادر و مادر بزرگ و دایی که همه بی سواد بودند آیا کتابها برای دانشجویان حکم همان سنگ را ندارند کاری که انجام می دهند ولی در پایان ترم از صفحه روزگار پاک می شود. آن نوع از خواندن که ما شش هزار سال پیش یاد گرفتیم و پژوهشگران آن را خواندن عمیق می نامند چنان چالش برانگیز بود که سیمکشی مغز ما تغییر کرد. یعنی مدار جدیدی ایجاد شد تا این فعالیت امکان پذیر شود. برخلاف زندگی در سطح صفحه نمایش های تخت ما خواندن عمیق به زمان و توجه نیاز دارد. کاری است که ما را ملزم می کند نه فقط تأمل کنیم بلکه درباره عمل تأمل کردن نیز تأمل کنیم. سخت است ولی فواید عظیمی دارد. ماریان ولف نویسنده پروست و ماهی مرکب داستان و علم خواندن مغز میگوید خواندن عمیق استدلال قیاسی تحلیل انتقادی و همدلی پایدار را در ما تقویت می کند. مقالات دانشجویی مثل امواجی که به رادار یک زیر دریایی می رسند به من میگویند که دانشجویان عمدتا در سطح شناورند. کنار هم قرار دادن کلمات در مقاله برای ایشان همانقدر سخت است که رفتن به میان کلمات در کتاب ها. البته به هم ریختگی معمول بندهای پیرو، جملات طولانی که در هم رفتند، آشفتگی جملات ناقص و انتخاب کلمات به شیوه دادائیستی وجود دارد ولی نکته مهمتر این است که این مقالات معمولا طوری نوشته شدند که انگار از کسی که تا به حال هواپیما ندیده خواسته باشید بر مبنای تعریف هواپیما تصویر آن را بکشد در نتیجه من مقالاتی را درباره بینا سوژگی می خانم که خودشان در جستجوی یک سوژه هستند مقالاتی را درباره ابهام اگزیستانسیال می خانم که گرفتار ابهام گرامری هستند و مقالاتی درباره دازاین یعنی وضعیت پرتاب شدگی در جهان که جه خودشان به صورتی تصادفی به جهان پرتاب شدند. چقدر پوچ نه؟ یادتان بیاید که از نظر کامو پوچی وضعیتی نیست که جدای از ما وجود داشته باشد. پوچی وقتی رخ می دهد که حقیقتی اوریان و واقعیتی مهرز به هم برخورد می کنند. بنابراین پوچی نه تنها وقتی رخ می دهد که در جستجوی معنا به جهانی سامت می رسیم بلکه همچنین وقتی یک دانشجوی ناتوان از خواندن به مقاله می رسد که باید نوشته شود نیز اتفاق می افتد. اما وقتی استادی که میخواند به جهانی می رسد که دانشجویان در آن فقط می شنون نیز ممکن است رخ دهد. کامو در روایتی که از سیزیف دارد تا هماسه های هومری به عقب می رود. جایی که زیرکترین انسان ها به زجر کشیده ترین انسان ها تبدیل می شود. محکوم به زندگی در جهان زیرین و هل دادن سنگی با دو دست بدنی خیس از عرق و سری پر از گرد و خاک. اما کامو می توانست حتی از این هم عقبتر برود تا عصر کهن زمانی بسیار پیشتر از آنکه هماسه های هومری بر کاغذ های پوستی نوشته شوند. رامشگران باستانی میان سرزمینها سفر می کردند و داستانهای این قهرمانان حماسی را می سرودند. میلمن پری متخصص ادبیات کلاسیک در پی مطالعه روی اجراهای رامشگران سیار و بی سواد در یوگسلاوی بر این عقیده است که رامشگران یونانی هرگز یک هماسه را دوبار نمی سرودند. به جایش به می گفتند. آنان مثل خاننده های رپ در هر اجرایشان ساختارهای مزمونی اشعار را به سرعت تغییر میدادند. جهانی بود که در آن فرهنگ عملاً به صورت شفاهی ساخته میشد. کلماتی که مسهور کننده بودند ولی آموزنده هم بودند. حالا پس از سه هزار سال آینده نزدیک شبیه گذشته های دور است. دست کم تا حدی. پژوهشگران رقص های آوازی فرهنگ های پیشنوشتاری را با ترجیبند های سریعی که در توییتر و تیک تاک می آیند و می مقایسه می کنند. اما تفاوت هم دارد. این شفاهی بودن دیجیتال بر خلاف شفاهی بودن باستانی بر علائم نشان احساسات استوار است. آندره میر پژوهشگر رسانه می گوید این فرهنگ شفاهی به جای اینکه با معانی کار کند با احساسات و اشیا، میمها، تصاویر، ویدئوها و غیره کار می کند. من پیشتر در مورد اثر شفاهی جدیدمان مطالعه کرده بودم ولی دانشجویانم آن را برای من اگزیستانسیال کردند. فقدان نقطه گذاری و فرسایش معنا، آشفت بازار کلمات و تکه تکه بودن جملات در مقالاتشان مثل رونوشتی از زندگی آنلاین آنهاست. والتر آنگ توصیفی از فرهنگ های شفاهی سنتی دارد که میگوید اینها محل شکوفایی چیزهای زائد و حشف ها بودند. تمرکزشان بر اکنون و امور انزمامی بود و فکر می کنم که این همچنین توصیف خوبی باشد از دشنهی که دانشجویان من در دل فرهنگ نوشتاری فرو کردند. اما برای رسیدن به این کشفیات خیلی هم نیاز نیست که کاراگاه باشید. کافی است از دانشجویانم بپرسید. آنها اکثرا سال آخر یا یکی مانده به آخر هستند. برخی در دانشکده عمومی، برخی دیگر در دانشکده های تخصصی. واقعا کنجکاوند و ذهن بازی دارند. به نظر میرسد رسد همانقدر که در کلاس شرکت می کنند، درگیر ایده ها نیز می شوند. خیلی از آنها شیفته همان آثار ادبی هستند که من هم وقتی در سن دانشجویانم بودم به آنها علاقه داشتم. مانند سگانه ارباب حلقه های جی آر آر تالکین. ولی معلوم نیست این دانشجویان واقعا خود تالکین را خانده اند یا به جایش فیلم اقتباسی پیتر جکسون از رمان او را دیدند. زن من به دومی بیشتر است. در یکی از کلاس های قبلی وقتی از دانشجویان پرسیدم که آیا خارج از کلاس هم چیزی میخوانند یا نه فقط چند نفر دستشان را بلند کردند وقتی پرسیدم که کتاب های فیزیکی میخوانند یا نه تعداد کمتری سرشان را تکان دادند اما وقتی پرسیدم که آیا خواندن کتاب های دوره برایشان چالش برانگیز است یا نه تعجب نکردم وقتی دیدم که تعداد زیادی سرشان را تکان می دهند. بس فقط بر سر مثلا عجیب بودن تهوع ژان پل سارتر یا حجم بالای جنس دوم سیمان دوبوار یا غیریت بیگانه کمونیست بلکه انگار مشکل آنها در سپری کردن زمان در تنهایی با کتابی در دست است دانشجویان میگویند برای مقابله با این مشکل هنگام خواندن کتاب به فایل صوتی آن هم گوش میدهند. به نظر می رسد که صدای کلمات به آنها کمک می کند تا معنای کلمات را بهتر درک کنند. آنان در یوتیوب هم به دنبال جستارهای ویدئویی درباره کتاب ها می گردند. ده ها لینک از این ویدئوها برای من فرستادند. با این حال تقریبا همه آنها در نهایت در حد اجراهای نمایشی از اسپارک نوت هستند. مجموعی از نکته های تستی پر از تصاویر قابل پیش بینی که معمولا کسی با لحجه انگلیسی آنها را میخواند. در کنار اینها دانشجویان دیگری هم بر اساس ایده های اگزیستانسیالیستی میم هایی برای من فرستادند یا حتی خودشان میم هایی ساختند که بعضی از آنها واقعا هم جالب است. ولی من با این مساله چه میتوانم بکنم و این ما را به کجا خواهد برد؟ در داستان سیزیف نکته جالب توجه نزد کامو وقفه است که این قهرمان محکوم تجربه می کند وقتی دارد به پایین کوه می آید تا دوباره سنگ را بر دوش بگیرد. خودش به این وقفه ساعت آگاهی می گوید. ما هم شاید بتوانیم از این وقفه این لحظه آگاهی استفاده کنیم و بیاندیشیم که این فرهنگ شفاهی جدید ما را به کجا می برد. همه ما معلم و دانشجو. ای جز این نداریم که در دنیایی که هست زندگی کنیم اما این بدین معنا نیست که برای حفظ مهمترین چیز دنیای قدیم هم تلاش نکنیم به جز این چطور می توانیم خودمان را در حالی تصور کنیم که اگر خوشبخت نیستیم دست کم بدبخت هم نیستیم